سرخط خبرها. موشک ابرو موشک. اختلاف بر سر دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران. کانادا میگوید موشک بوده، تهران رد میکند و میگوید جنگ روانی است. برگزاری مراسم یادبود برای کشته شدگان پرواز اوکراینی در کانادا. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در این مراسم شرکت کرد. اینجا در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل نشست استراری وزیران 28 کشور عضو برای بررسی چگونگی جلوگیری از جنگ در منطقه و حفظ برجام. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. رهبران کانادا، بریتانیا و استرالیا به طور جداگانه اعلام کردند هواپیمای اوکراینی در تهران با شلیک موشک ساقط شده است. وزیر خارجه هلند گفت اصابت موشک به هواپیما بسیار محتمل است. همچنین دیروز رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی این کشور گفتند شواهدی در دست است که برخورد موشک باعث سقوط این هواپیما بوده. اما مقام‌های ایران این گفته‌ها را فضاسازی مشکوک و عملیات روانی خواندند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفته او اطمینان دارد نیروهای مسلح ایران مسئول سقوط هواپیمای اوکراینی نبودند و هیچ موشکی در آن منطقه در آن زمان شلیک نشده. در همین حال شرکت هواپیمایی لوفتانزا به بی بی سی فارسی گفته به دلیل ابهامات امنیتی در تهران پروازهایش را به ایران تا روز 20 ژانویه لغو کرده است. سوئد هم گفته پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر را بین ایران و سوئد به طور موقت لغو میکنند. جزئیات بیشتر از این تحولات در گزارش مهدی بگی. هواپیما با موشک ساقط شده، جمله‌ای که شاید از دیشب ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده. نقل قول رسانه‌های آمریکا از مقام‌های اطلاعاتی که خواستند نامشان فاش نشود و بعد تکرار آن توسط نخست وزیر کانادا و بعد از او توسط اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا که گفت سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین نتیجه شلیک دو موشک زمین به هوا بوده و واکنش سریع سخنگوی دولت و وزارت خارجه ایران که این گفته ها را فضاسازی های مشکوک و عملیات روانی خواندند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران هم این اخبار را نادرست دانست و گفت چنانچه این اخبار از سوی سازمان‌های رسیدگی به سوانح آمریکا و کانادا به دست مقام‌های این کشورها رسیده آنها را منتشر کنند تا در دسترس همه باشد. آقای عابدزاده گفته اگر چنین اطلاعاتی موجود باشد مورد تأیید ایران است. ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. جعبه سیاه هواپیمای 737 سری 800 در حال باز شدن هست در سازمان هواپیمای کشوری. حدس و گمان فراوان است و استناد به حدس و گمان برای کشف حقیقت روش قابل قبولی به حساب نمی آید. خوشبختانه حافظه هم سالم هست. رئیس سازمان هواپیمایی ایران معتقد است واقعیت ماجرا باید از دل جعبه سیاه بیرون بیاید. ولی با توجه به اینکه این هواپیما صدمه خورده، امکان اینکه ما بخوام مستقیما این رو از اطلاعات جعبه سیاه خارج کنیم کار دشواری است. فلذا نیاز به نرم افزار و سخت افزار ویژه داریم. ما این نرم افزار و سخت افزار تو کشور داریم. حسن رضایی فر رئیس کمیسیون بررسی سانحه هم گفته قرار است امروز این کار در یک آزمایشگاه در فرودگاه مهرآباد با حضور تیم کارشناسی اوکراین انجام شود. در همین حال وادیم پریشتایکو وزیر خارجه اوکراین گفته آمریکا امروز اطلاعات مهمی را در مورد حادثه هواپیمای اوکراین در اختیار رئیس جمهوری اوکراین قرار داده. وزارت خارجه ایران گفته از بوئینگ برای شرکت در تحقیقات حادثه دعوت کرده. فرهاد پرورش نماینده ایران در سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو هم دیشب از ستاد ایمنی حمل و نقل آمریکا NTSB دعوت کرده بود تا در تحقیقات شرکت کند.
خبرگزاری رویترز میگوید این دعوت پذیرفته شده، اما معلوم نیست با توجه به تحریم‌های آمریکا نماینده این ستاد بتواند در تحقیقات شرکت کند یا نه. اما دیشب ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که حس و گمان در مورد احتمال ساقط شدن هواپیما توسط موشک را تقویت کرد. احتمالاً متخصصان مختلف مشغول راستی آزمایی این ویدیو هستند. اما در فاصله کوتاهی بعد از انتشار آن، وبسایت تحلیلی بلینکت تحلیلش را در مورد آن منتشر کرد. تحلیلی که به گفته یکی از محققان این وبسایت دقت زیادی در مورد آن انجام شده. این مقاله‌ای که ما به تازگی منتشر کردیم در مورد مراحلی که ما دنبال کردیم اطلاعات میده و همینطور محاسبه ما در مورد مکانی که این ویدیو ضبط شده و اینکه شیئی به شیئی دیگه در آسمان برخورد میکنه. تحقیقات و همزمان گمان زنی ها در مورد حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین ادامه دارد و همینطور عزاداری خانواده های قربانیان. اینجا تورنتوست. دیشب صدها نفر به این مراسم آمده بودند تا یاد عزیزانشان را گرامی بدارند و بغض هایی که می شکنند. ده سال عمری که کوتاه بود و کوتاه ماند. مهدی بیگی، بی بی سی. بهمن کلبسی خبرنگارمون از تورنتوی کانادا با ماست، جایی که دیشب البته در اتاوا مراسم یاد بود برای قربانیان این حادثه برگزار شد. بیشتر بهمون بگو که فضا در کانادا چطور هست؟ می‌دونیم که تورنتو و کلن کانادا یکی از قطب‌های اصلی ایرانیان خارج از کشور هست و واقعا در مقیاس همه آنچه که در این 20 ساله که این اقلیت رشد کرده و تبدیل شده به یکی از گروه‌های مؤثر مهاجران در کانادا، یک چنین تراژدی حتی چیزی شبیه به این هیچ وقت اتفاق نیفتاده و طبیعتاً همه هم بهزدن، هم غمگین و هم دنبال این که به پرسش‌های اساسی پاسخ داده بشه که چگونه این اتفاق افتاده. دیشب هم در ساختمان شهرداری در نزدیکی جایی که من ایستادم مراسمی هم تو که در گزارش اشاره شد برگزار شد. هم نمایندگان مجلس که یکی دو تاشون ایرانی تبار هم هستن حضور دارن داشتن، هم تعداد قابل توجهی از شهروندان عکس و تصاویر قربانیان این حادثه، اسامیشون خونده شد، شمع روشن شد و بسیاری از این افراد شناخته شدن در جامعه. خیلی‌ها هستن که میشناسن، حداقل کسی رو که میشناسه این قربانیان این حادثه رو در تورنتو یا در ایالت‌های غربی مثل آلبرتا، و همچنین تعدادی هستن که خیلی هم فعال بودن در جامعه، بعضیشون در جشنواره تیرگان که هر دو سال یک بار برگزار میشه و صدها هزار نفر در شرکت میکنن از ایرانیان، خیلی فعال بودن. همه اینها این غم رو دوچندان کرده. تعدادی هم خانواده‌هایی که کسی ازشون کمتر شناخته شده، حالا اسمشون رو دیشب خوندن و بعد متوجه شدیم مثلا در یک موردی کل خانواده همه با هم در این هواپیما بودن. در نتیجه فضای بسیار سنگینی است، به اضافه اینکه فقط یک تراژدی ایرانیان کانادا نیست، تراژدی کانادایی هم هست با توجه به اینکه این افراد در جامعه انواع اقسام نقش‌ها رو بازی می‌کردن و خیلی هم اون کسانی که به خصوص مثلا در آلبرتا یا دانشگاه‌هایی که در همین ایالت آنتاریو، استان آنتاریو، دانشجوهاشون رو دست دادن، کسایی که کانادایی‌های دیگری که باشون رابطه داشتن، همه اینها تأثیرش رو در سراسر این کشور گذاشته و به خبر اول این کشور الان تبدیل شده در این چند روز و به طبع ادامه هم خواهد داشت، به خصوص با توجه به نقشی که آقای ترودو نخست وزیر الان داره در فشار به این که و تاکید بر این که باید یک تحقیقات مستقل جامع معتبر از سوی ایران انجام بشه، و با توجهی که او حالا فعلا اولین رهبری است که آمده میگوید که اطلاعات ما به ما میگوید که به وسیله یک موشک این هواپیما ساقط شده. متشکرم از تو بهمن کلباسی در تورنتو. فرزین ندیمی پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه با ما هستن از واشنگتن. آقای ندیمی، آمریکا اعلام آمادگی کرده که با ایران در این زمینه در زمینه تحقیقات برای یافتن اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده همکاری بکنه. این همکاری چطور ممکنه؟ Yeah,
سوانح حمل و نقل ایالات متحده انجام بگیره. NTSB که از امکانات بسیار وسیع برخوردار و تجربه بسیار بالا در بررسی سوانح هوایی. البته من شک دارم که ایران قبول بکنه. خیلی معذرت میخوام آقای ندیمی، من شما رو قطع میکنم، ما اول صدای شما رو نشنیدیم. اگر لطف کنید پاسخ خودتون رو تکرار بفرمایید ممنون میشم. اینکه چطور این همکاری آمریکا با ایران در چنین شرایطی ممکن هستش؟ همکاری ایران با آمریکا در صورت کلی میتونه با حضور یک تیم از هیئت بررسی سوانح حمل و نقل آمریکا انجام بگیره. NTSB که از امکانات و تجربه بسیار بالایی در بررسی سوانح هوایی برخورداره، ولی من تردید دارم که ایران اجازه بده یک تیم NTSB وارد ایران بشه. ظاهرا اعلام آمادگی کردن که یک نماینده از NTSB بیاد، که خب به هر حال از هیچی بهتر هست، ولی فکر میکنم در شرایطی که ایران به عنوان یک متهم بالقوه در این سانحه ازش اسم برده میشه، بهتر هستش که از مدل اوکراین در سال 2014 پیروی بکنه و یک کشور ثالث رو به عنوان پیشرو و رهبر این بررسی سوانح در نظر بگیره. ممکنه سخت باشه برای حالا شرایط ایران و جمهوری اسلامی در نظر گرفت، ولی با توجه به حساسیت بین‌المللی که این سانحه داره، من فکر میکنم برای نمونه هیئت بررسی سوانح کانادا که اونم خیلی سابقه داره در این زمینه، میتونه بسیار خوب در این زمینه عمل بکنه. البته بوئینگ هم هست، بوئینگ به عنوان سازنده هواپیما و همینطور شرکت سازنده موتور هواپیما هم طبق مقررات ایکائو میتونن در صورت دعوت ایران حضور پیدا کنن و اعلام آمادگی کردن. ظاهرا از بوئینگ هم نماینده به ایران خواهد رفت. در مورد این ویدیویی که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده که وبسایت بلینکت هم اون رو تایید کرده، چه فکر میکنید؟ ببینید این ویدیو که همونطور که فرمودید طبق بررسی این وبسایت سمتش کاملا مشخص شده که در محلش شهرک پرند و در سمت هواپیما مسیر هواپیما هستش، نشون میده که یک شیء که کاملا به نظر میرسه یک پرتابه زمین به هوا هستش، از سمت زمین اوج میگیره و به یک شیء در آسمان برخورد میکنه. انفجار بسیار بزرگی با صدای زیادی ما میشنویم و شیئی که مورد هدف قرار میگیره به مسیر خودش ادامه میده، ولی ظاهراً آتش میگیره. اگر عکسی رو که همزمان تقریباً منتشر شده در توییتر و وبسایت ها در نظر بگیرید، در کنار این قضیه که قسمت دماغه یک موشک ضد هوایی تور ام 1 رو نشون میده، میشه اینطور نتیجه گرفت که یک موشک پدافند هوایی شلیک شده و به سمت این هواپیما، چون دقیقا در مسیر این هواپیما هستش و برخورد کرده. البته این موشک فیوز مجاورتی داره، فیوز برخوردی نداره، یعنی قبل از اینکه به هدفش برسه با امواج رادیویی یه فاصله مشخصی فیوز عمل میکنه و منفجر میشه بدون اینکه یک برخورد مستقیم انجام بگیره و هدفش رو با بارشی از ترکش‌های ریز مواجه میکنه. بنابراین نمیشه انتظار داشتش که هواپیما بر اثر انفجار این موشک، سر جنگی کوچیکی هم داره 15 کیلوگرم بیشتر نیست، به طور کامل در محل منهدم بشه یا از هم چند پاره بشه. احتمال زیادی وجود داشته که به مسیرش ادامه داده تا مدتی. آقای ندیمی، الان خبرنگار CBS شبکه آمریکای CBS در تهران گفته که محل سقوط پاکسازی شده، تیمی از این شبکه خبری رفته به محل و اون هیچ نشونه ای از هواپیما در محل حادثه نیست. در موارد این چنینی چه اتفاقی میفته؟ آیا همه چیز به این شکل به این سرعت پاکسازی میشه؟ این خیلی باعث تأسفه و باعث نگرانیه، به خاطر اینکه محل سوانح هوایی باید به عنوان یک صحنه جرم در حقیقت باهاش برخورد بشه و کوچکترین جابجایی و تغییری در نه فقط اجزاء هواپیما بلکه تمام اشیاء مربوط به مسافران جانباخته نباید دست زده بشه، باید اون محل کاملا اون محدوده بسته بشه و از ورود هر گونه افراد غیر مسئول به اون محل جلوگیری بشه. متاسفانه این کار انجام اگر شده باشه میتونه صدمه جدی بزنه به روند بررسی سانحه.
متشکرم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. از همین شهر همطور که گفتم، خبرنگار سی بی اس در تهران گفته که محل سقوط پاکسازی شده. الیزابت پالمر خبرنگار سی بی اس نوشته که تیمی از این شبکه خبری به محل سقوط هواپیمای اوکراینی در غرب تهران رفته، هیچ نشانه ای از هواپیما در محل حادثه دیده نشده. این ویدیویی را هم که میبینید دیشب روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد و اعلام کرد صحت اون رو بررسی و تایید میکنه. این لحظه برخورد یک موشک با هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران، نیویورک تایمز گفته صحت این ویدیو رو هم با همکاری مؤسسه تحقیقی بلینکت تایید کرده. تصویر که نشون میده موشک از سمت غرب شلیک شده. و وریا امیری پژوهشگر موسیقی، یکی از دوستانش سام کذایی رو در این صحنه هوایی از دست داده، با ما در تماس هستند. خانم امیری، معذرت میخوام، آقای امیری بیشتر در مورد دوستتون بگید و اینکه شما کی خبر رو شنیدید. البته تصدیق میکنم اسمشون سام زوکایی هست، بفرمایید. سلام به شما و تسلیت میگم به خانواده همه دوستانی که در این پرواز بودن و به همه مردم ایران. راستش سام دوست من بود، یه مدتی پیش من ستار کار میکرد و وقتی من خبر رو شنیدم، دوستان توی گروه یک خبری گذاشتن از لیست بچه‌هایی که توی پرواز بودن و سام حسن پرسیدم که کسی سام رو میشناسه و من اون لحظه بود که فهمیدم که سام توی لیست پرواز بوده. بعد بیشتر در مورد آقای زوکایی به ما بگید. خیلی دردناک بود قضیه راستش. ما با هم وقتی آشنا شدیم با یک ستار قرضی سام پیش من اومده بود، خیلی علاقه داشت به یاد گرفتن ستار، خیلی علاقه‌مند بود به سبکی که آقای نامجو ستار میزد و دوست داشت ترانه‌های آقای نامجو رو بخونه. من متاسفانه مثل همه معلم‌های خشک و سختگیر این کار رو انجام ندادم. سعی کردم سام رو منحرف بکنم به این سمت که رپرتوار خیلی استاندارد معمولی موسیقی ایرانی رو با ستار کار بکنه، که کتاب‌های هنرستان بود و کتاب‌های دیگر بود. و شروع شد سام رفت، راستش چند سالی نیومد. در این چند سالی که سام نیومد، من احساس کردم که شاید مثلا هدف این بوده که من آدم‌ها رو با خیشتن خودشون آشنا بکنم تا اینکه بخوام کسی این خودم از هنرجوها بسازم. چند ماه پیش قبل از اینکه سام ایران بره، ما با هم دیداری داشتیم و من بهش پیشنهاد دادم که برگرده به کلاس. بهش گفتم برگرد و همون موسیقی که دوست داری رو با هم بزنیم. این بار جالب بود که او هم تغییر کرده بود. او هم به من گفت من خیلی عاشق کارهای استاد علیزاده شدم و دوست دارم که اونها رو با هم بزنیم. و از من یک لیست کتاب خواست و لیست وسایلی که تو ایران وسایل موسیقی که تهیه کنه و خب من لیست رو بهش دادم و خداحافظی کردیم. و چند هفته پیش به من مسیجی داد، گفتش که من دارم میرم که وسایل رو بخرم، آیا چیزی میخوای برای تو بخرم؟ که به هر حال من چیزی نمیخواستم و قرار شد که بگیر و تهیه کن و بیاد. من وقتی که اون عکس رو دیدم که برام فرستاده شد، سر کلاس بودم اتفاقا، مشغول تدریس بودم و آنچنان شوک بود و آنچنان هولناک بود دیدن اون عکس که اصلا قابل بیان نیست. و عکس در حقیقت کتاب سوخته و متلاشی شده اول آقای علیزاده بود که من به سام پیشنهاد داده بودم که بخره کتاب آموزش ستار. متشکرم از شما بریا امیری، پژوهشگر موسیقی. فرین تقی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست، واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردی. فرین بیشتر بگو. اجازه بده که چون الان در مورد سام صحبت کردیم، یکی از قربانیانی که در حادثه سقوط هواپیما جان خودش از دست داده بود، اینو بگم که در مورد قربانیان دیگه این حادثه هم بسیار صحبت شده در روزهای گذشته. دوستای اونها یا اعضای خانواده‌شون اومدن در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، اینکه اونها خاطراتشون رو نوشتن، یاد بود شون رو نوشتم، و اینکه امروز بیشتر دارن در مورد این صحبت میکنن که اونها چه تخصصی داشتن. لزوما وقتی که در دانشگاه‌های کانادا داشتن درس میخوندن یا تدریس میکردن، تخصص اونها چه بوده. وقتی که اینها رو کنار دیگه همدیگه میذاریم، به نتیجه رسیدن کاربران که چه افراد نخبه‌ای رو ایران از دست داده. و حالا در مورد اینکه دلیل مهاجرت این افراد چی بودن، از کمابیش از روز اول صحبت کردن که شرایط و امکانات در ایران چرا باید به حدی برسه که افرادی مثل این
افرادی که در این هواپیما بودن بخوان مهاجرت کنن و ایران نتونه از اونها استفاده کنه. محمد رضا بادامچی نماینده تهران هم به نوعی در توییت خودش به این موضوع اشاره کرده، مثلا در مورد مهاجرت کیمیا علیزاده صحبت کرده، گفته مهاجرت تنها دختر مدال‌آور المپیک تعلم‌بار است، کم نیستن نخبگانی که برای رسیدن به آرزوهایشان سرگردان دوردست‌ها شده و برخی قربانی پروازهای ناتمام و مرارت‌های بی انتها می‌شوند. ای کاش ایران را چنان می‌ساختیم که هیچ جوانی رویای زندگی در خارج نداشت، کاش قدر فرزندان خودمون رو بدونیم. که به این توییت هم انتقادهایی شد که شما نماینده مجلس هستیم، شما باید شرایط رو برای جوان‌ها در ایران جوری تعیین کنید یا تدبیر بیاندیشید که شرایط برشون مهیا بشه، مشکلاتشون حل بشه، نخوان مهاجرت کنن. در مورد مسائل دیگه‌ای که الان داره همچنان بحث میشه بگم، در توییتر بحث مدل هواپیمایی که سقوط کرده هستش، یه سری از کسانی که فعالانه در توییتر هستن در مورد بوئینگ 737 مکس صحبت میکنن، همون بوئینگی هستش که ماهای گذشته حتی پروازش به ایران قطع شد، اجازه پرواز دیگه داده نشد، بوئینگ این رو متوقف کرد تولیدش رو به خاطر سوانه هوایی که براش ایجاد شده بود. حالا یه سری دارن میگن این بوئینگ همون بوئینگ 737 مکس هستش که دو روز پیش هم من گفتم در توییتر باز این مسئله مطرح شده بود، این دوتا با همدیگه متفاوت هستن. حالا باید بررسی بشه، ممکنه که این بوئینگ هم یه سری مشکلات خاص خودش رو داشته باشه، که این نکته هستش که یه سری از کاربران دیگه دارن بهش اشاره میکنن، میگن که ممکنه که این نقص‌های هوایی که یا نقص‌های تکنیکالی که در بوئینگ وجود داره باعث شده که بوئینگ و آمریکا دست به یه سری بازی‌های روانی، اون چیزی که به قول ایران هستش الان، یا جنگ روانی بزنن، به خاطر اینکه تمام سیستم صادراتش یا تمام اون چیزی که مبنای درآمدی هستش که آمریکا میتونه ازش خیلی خوب بهره برداری داشته باشه، دچار اشکال بشه، مختل بشه. این رو مشخصا مثلا الهام آبدینی در توییتر خودش نوشته، از قول یکی از خبرنگاران ABC نیوز اینو نقل کرده و بعد تحلیل خودش رو در توییتر خودش نوشته. بحث پاکسازی محل حادثه مطرح شده که تو با مهمون قبل برنامه صحبت کردی در مورد اینکه خبرنگاران خارجی به محل حادثه رفتن، گویا محل پاکسازی شده، عده‌ای دارن انتقاد میکنن که اگر ایران داره همکاری میکنه و میخواد مسئله حل بشه و روشن بشه دقیقاً چه هست، نباید از این محفظه محافظت میکرد، این رو یک محوطه بسته اعلام میکرد که حتی یک قلم از چیزی اونجا برداشته نشه دیگه، چه برسه به اینکه کاملا حتی محیط رو بخوان پاکسازی کنن. در مورد سفر به ایران هشدارهایی داده شده که شهروندان کشورهای مختلف به ایران سفر نکنن. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا اومده برعکس قضیه رو توییت کرده، از اینکه در بریتانیا هم تدابیر امنیتی باید بیشتر اندیشیده بشه، یه سری مشکلات امنیتی وجود داره، و بعد از هموطنان ایرانی چیزی که خودش نوشته، از ایرانی‌ها خواسته که به هنگام سفر به انگلیس به اطلاعیه‌ها و اطلاعات مفید و مفصلی که پلیس انگلیس و پلیس متروپولیتن در خصوص خطرات حضور در مکان‌های جرمخیز در لندن و دیگر شهرها و ساعاتی که نباید در این اماکن رفت و آمد کنن توجه کنن. در مورد قربانیان گفتم دارن حرف میزنن، در مورد ویدیوهایی که ما داریم امروز هم پخش میکنیم و همه در خبر فوری دیروز بود که منتشر شد، کاربران همچنان دارن در موردش صحتش صحبت میکنن، در مورد زاویه حرکتی که حتی ماشین، یکی از تصاویر هستش که از داخل ماشین فیلم برداری شده، هواپیما گویا آتیش گرفته، در مورد اینکه زاویه حرکت ماشین چی هست، هواپیما از چه جهتی داره حرکت میکنه، زمان آتیش گرفتن هواپیما تا زمانی که برخورد کنه به زمین، آیا این نشون میده که جسمی بهش خورده منفجر شده در لحظه، یا اینکه نه آتیش گرفته و بعد خودش به زمین خورده. اینها مسائلی هستش که مطرح شده. خواهش می‌کنم. تحقیقات سهراب ضیاء خبرنگارمون از دوشنبه با ما. سهراب، بیشتر از واکنش مقام‌های روسیه و رسانه‌های این کشور به سانحه هوایی بگو. نوجی، ساعت پیش خبرگزاری‌های روسیه نوشتن که سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در توکیو در صحبت با خبرنگاران از همه طرف ها خواسته در رابطه با علل سقوط هواپیمای بوئینگ در تهران خویشتنداری کنند. این مقام روسیه گفته که مسکو تا این ساعت اساس در دست ندارد که ایران را در سرنگون کردن این
هواپیما مقصر بداند. به گفته او کارشناسان باید دلیل سرنگونی سقوط این هواپیما را مشخص کنند. به گفته این مفهومی روسیه نباید از این فاجعه انسانی امتیازات سیاسی گرفت. این مقام وزارت خارجه روسیه از مقامات عالی رتبه جهان خواسته که تا روشن شدن جزئیات سقوط هواپیما از اظهار نظر در این رابطه خودداری کنند. امروز لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان روسیه نیز تقریبا اظهار نظر مشابه کرد. او نیز گفت که باید دلایل و برهان قاطع وجود داشته باشد که چی چیز واقعا باعث سقوط این هواپیما شده. آقای سلوتسکی تنها استناد به منابع استخباراتی و اطلاعاتی را کافی نتانست. یک اظهار نظر جالب در شبکه تلویزیونی روسیه مطرح شده از سوی یوری سیتنیک از خلبانهای کهنکار روسیه. او گفته که موضوع علل فنی بودن دلیل سقوط این هواپیما نمیتواند زیاد جدی گرفته شود، به خاطر اینکه هواپیماهای معاصر در صورت آتش سوزی یک محرک میتوانند با استفاده از محرکی دیگر به پروازشان ادامه بدهند و سیستم ضد آتش سوزی هواپیما میتواند همزمان با خاموش کردن آتش محرکی دیگر مشغول شود. یک نقطه نظر جالب دیگر از طرف ناتالیا پاکلونسکا نماینده کریمه در پارلمان روسیه گفته شده. ایشان در صفحه اینستاگرام خود گفتند که هدف اصلی این علل اصلی سقوط این هواپیما میتواند تلاش برای برافروختن یک جنگ گسترده در جهان باشد. به نظر می رسد که رسانه های روسیه در مورد متهم کردن ایران در سرنگونی این هواپیما بسیار محتاطانه رفتار میکنند، شاید به این دلیل که از یک طرف روسیه روابط روسیه با ایران روابط سیاسی خوب دارد و از طرف دیگر روابط پرشیب و فراز روسیه با اوکراین که از طرف های اصلی در این قضیه سقوط این هواپیما هستند. متشکرم از تو سهراب ضیا در دوشنبه. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرده هم آمدند تا درباره تحولات در ایران، عراق و منطقه گفتگو کنند. ایران اعلام کرده در گام پنجم کاهش تعهداتش به برجام دیگر محدودیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای که در برجام آمده بود را اعمال نخواهد کرد. این تصمیم ایران محور اصلی نشست امروز است. تنش در روابط ایران و آمریکا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا و تأثیر آن بر امنیت منطقه هم یکی دیگر از محورهای این نشست است. کسرا ناجی از بروکسل با ماست. کسرا، بیشتر به ما بگو که در نشست امروز چه میگذره. ناجی، نشست اضطراری 28 عضو وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا همین نیم ساعت پیش، کمی بیشتر از نیم ساعت پیش شروع شد اینجا. قبل از همه چیز این رو بگم که بعضی از وزیران خارجه که وقتی وارد می شدن اینجا تاکید داشتن که می خوان از این اجلاس و این نشست اضطراری که مسئله سقوط هواپیمای اوکراین رو بررسی کنه. میگن که الان زوده این که برای این که بگیم چه باید کرد، اول از همه باید روشن بشه که چه اتفاقی افتاده. بنابراین این وزرایی که صحبت کردن خواهان یک تحقیق مستقل هستند که اول روشن بشه که چه گذشته. و میگن که صحبت‌های بعضی از مقام‌های ایران امروز در تهران در این زمینه و همکاری و علاقه ایران به همکاری بین‌المللی در این زمینه براشون دلگرم کننده است. از اینکه بگذاریم، دستور کار اینجا دو چیز، لیبی و ایران، و مشخصا مهمتر از لیبی شاید ایران، بر اساس صحبت‌هایی که وزیران خارجه هنگام ورود کردن. هدف اینه که از به اصطلاح تنش بیشتر جلوگیری بشه، از جنگ جلوگیری بشه در منطقه. و برای همین میگن که قدم‌هایی که ایران و آمریکا در روزهای اخیر برداشتن که عقب بنشینن از یک جنگ و بالا گرفتن جنگ، این دلگرم کننده بوده و میخوان که در این جلسه‌ای که قراره 3 ساعت یا 4 ساعت طول بکشه بحث کنن، بررسی
بررسی کنند که اتحادیه اروپا باید چه نقشی بازی کنه. بعضی ها دارن میگن که باید مذاکرات مستقیم اتحادیه اروپا با دو طرف این ماجرا داشته باشه، با آمریکا و ایران، و بعضی هم صحبت از میانجیگری حتی دارن میکنن. از اینکه بگذریم، مسئله برجام مطرحه، اگرچه تحت الشعاع قرار گرفته. مسئله برجام به خصوص بعد از اطلاعیه یک شنبه گذشته ایران مطرح شد، چون ایران اعلام کرد دیگه خودش رو مقید نمیدونه به تعهداتش در چارچوب برجام، محدودیت هایی که در برجام برای ایران در نظر گرفته شده، که بسیار حرف جدی است تا اونجایی که به برجام و زنده ماندن برجام مربوط میشه. بنای همین برای باید این رو بحث بکنن، اما به نظر میرسه که فعلا اطلاعیه ایران رو در حد یک اطلاعیه دارن تلقی میکنن. هنوز اطلاعی ندارن که آیا ایران به طور عملی بعضی از این محدودیت های برجام رو به تازگی نقض کرده یا نه، و میگن که باید منتظر بمانیم که آژانس در این مورد چه گزارش میده و بعد تصمیم بگیریم، و اون موقع باید تصمیم بگیرن که آیا این مکانیزم حل اختلاف رو فعال میکنن یا نه، و اگر فعال کنن به نظر میرسه که آخر خطش به هر حال بردن ایران به شورای امنیت و برگرداندن تحریم ها علیه ایران، ولی فعلا تا اون زمان فاصله داریم. کسرا، اگر خیلی کوتاه بگی که در همین حال کمیسیون اروپا امروز خواستار تحقیق معتبر مستقل شد، سخنگوی این کمیسیون در بروکسل به خبرنگاران این صحبت رو کرد، چقدر این موضوع سایه انداخته بر نشست امروز؟ سایه نینداخته تا اونجایی که من از حرفای وزیرانی که وارد اینجا شدم فهمیدم. خیلی هاشون اصلا اشاره به این سقوط هواپیما نکردن، اما اونهایی که کردن میگن که قبل از هر چیز باید حقایق روشن بشه، و نمیتونه این ماجرایی نیست که بشه پشت گوش انداخت یا فراموش کرد یا اقدامی نکرد، اما اول باید حقایق روشن بشه، و میگن که خواهان یک تحقیق مستقل هستن. متشکرم از تو کسرا ناجی در بروکسل پایتخت بلژیک. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.